الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه نجوم الاهتداء اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القران العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا صدق الله العظيم خدمت همه خواهران و برادران عزیز السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات خداوند یکتای بی همتا قیوم توانا بر همه چیز دانا را متشکر و سپاس گذاریم از این که بار دیگر به ما توفیق و عنایت فرمود تا لحظاتی را در خدمت شما عزیزان دل قرار داشته باشیم و در برنامه سلسله درسهای آنچی که هر مسلمان باید بداند یکی دیگر از جمله قضایای مهمی که هر مسلمان باید بداند هدف از نزول قرآن چیست؟ به خاطر چه قرآن نازل شده؟ آیا بشر با نزول قرآن نیاز داشت یا نداشت؟ یا چرا قرآن نازل شده است؟ یا به خاطر چه قرآن آمده است؟ هدف از نزول قرآن چیست؟ عجیب است. سوال است که گاه وقتی در ذهن هر کدام ما ایجاد می شود. الله تبارک و تعالی با این سوالی که در ذهن ما است پاسخ داده است میگوید هدف از نزول قرآن چیست این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم همانا همین قرآنی که در پیش رویتان قرار دارد همین قرآنی که هر روز تلاوت میکنید همین قرآنی که باش ایمان دارید همین قرآنی که میخوانید دوستش دارید به خاطر هدایت و راهنمایی بشریت آمد به خاطر نجات بشریت آمده است به خاطر تنظیم امور زندگی بشریت آمده است به خاطر ارتباط مخلوق به خالق آمده است به خاطر نجات انسانها از ظلم و دهشت و وحشت و از منجلاب های سنگین و گودال های گوناگون آمده است به خاطر تنظیمی امور دنیا و آخرتتان آمده است به خاطر سعادت به خوشبختیتان آمده است. به خاطر ایجاد و تنظیم حق و حقوقتان آمده است به خاطر معرفی خالقتان آمده است به خاطر معرفی خود تو انسان آمده است این است هدف از نزول قرآن این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم همان آوای قرآن را برای شما نازل کردیم به خاطر راهنمایی به خاطر بشارت به خاطر نسل به خاطر ایجاد تنظیم امور زندگیتان و یبشر المؤمنین به خاطر بشارت کسانی که از قرآن پیروی کردند قرآن قبول کردند و بر مبنا و مقتضیات قرآن عمل کردند قرآن حرمت گذاشتن به خاطر این قرآن قرآن به این خاطر نازل شده است یکی از جمله هدف از نزول قرآن از بین بردن تاغوت است یعنی از بین بردن شرک بت پرستی عبادت بندگان الله در برابر بندگان الله قرآن آمد تا این را از بین ببرد و آن عبادت و سر تعظیمی که در برابر تاغوت فرو می آوردید در برابر الله فرود آورید این یک است دوم به خاطر معرفی الله جل جلاله و طریقی عبادت الله جل جلاله قرآن آمد است قرآن آمد تا به ما معرفی کند که خالق شما کیست چه ذاتی است دارای چه صفاتی است چه خصوصیات دارد چه قدرتی دارد چه اسمایی دارد چه صفاتی دارد بیایید سر تعظیم را دیگه در برابر اون الله یک تایبی هم تا پایین بکنید و طریقی عبادت را به ما نشان داد معرفی کرد که با این گونه الله را عبادت کنید این گونه نماز بخوانید این گونه روزه بگیرید این گونه زکات بدهید این گونه حج بکنید این گونه رفتار و زندگیتان را انجام بدهید و همچنان قرآن به خاطر معرفی خود انسان برای خود انسان آمده از کجا آمده ای؟ به خاطر چی آمده ای؟ به کجا می روی آخر؟ یک بار به خودت بیندیش به همان لازم است که تاکید کرده افلا تبصرون و فی انفسکم آیا در نفسانتون نگاه نمی کنید شما کی هستید به خاطر چی آفریده شده اید و همچنان به خاطر تنظیم امور دنیوی به دنیای من قرآن آمده است که هم دنیای بهتر و هم آخرتی بهتر داشته باشید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرتی حسنه قرآن آمد تا که دنیای خوب را به ما تعریف بده و آخرت خوب را به ما یعنی هم دنیا را از دست ندهید و هم آخرت را از دست ندهید هم دنیای زیبا داشته باشید و هم آخرت زیبا داشته باشید این بود یک برنامه کوتاه در ارتباط به هدف از نزول قرآن تا برنامه دیگر که در خدمت شما سروران عزیز قرار میگیریم همه شما را و الله پاک و بی نیاز می می‌سپاریم السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات.